ما اینجا جمع شدیم که صدای اون گروه‌های دینی باشیم که در ایران تحت ظلم و ستم و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی ایران سالهاست قرار گرفتن. تنها به دلیل داشتن عقیده متفاوت از عقیده حکومتیان باید یا ایران رو ول بکنن یا در زندان‌ها به سر ببرند یا عقیده خودشون رو پنهان بکنن. به طور مثال مسیحیان، درویش‌ها، بهائیان و گروه‌های مختلف دینی. و قابل توجهی که ذکر کنم این فشارها و سرکوب‌ها خیلی اضافه شده از زمانی که طرح حامیان امر به معروف و نهی از منکر در هفته گذشته توسط آقای لاریجانی برای اجرا به دولت آقای حسن روحانی ابلاغ شد، یعنی کاری رو که تا حالا بسیجی ها به عنوان گروه های خودسر و فراقانونی انجام می دادند، الان با دست باز و حمایت پلیس و سایر ارگان ها دست به سرکوب باز و عریان گروه های مختلف دینی در ایران خواهند زد. اتفاقیه که ما در 10 روز گذشته شاهد بودیم برای دراویش نعمت اللهی گنابادی اتفاق افتاده. 7 تن از اونا رو از شهر خودشون به صورت مادام العمر تبعید کردن. مددکاری رضا که متعلق به اونها بود پلم شد. مجلس اونها در جزیره کیش پلم شد. قطب سلسله گنابادی در چند روز پیش در روز ولادت حضرت علی مورد تعقیب و گریز نیروهای خودسر قرار گرفت برای ایجاد رعب و وحشت و تحریک دراویشی که ماشین قطب خودشون رو اسکورت می‌کردن.